بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز، شاهد برنامه آن سوی شب نبرد اتک هستید. در این برنامه در بخش اول استاد ربانی ربانی، عضو هیئت رهبری سازمان اسلفسی، در مورد برگزاری تورنمنت آماتور صحبت میکنه. امان نورستانی در مورد فایت نایت چهارم به صحبت خواهد پرداخت و همچنان در بخش اخیر در مورد زندگی نامه یکی از بهترین فری فایترهای جهان البته گزارش را آماده کردیم که تماشا خواهد کردیم. حال بسته تصویری سمیر مخلص، یکی از فایترهایی که در شب نبرد چهارم با حریف افغان خود رقابت میکنه، آماده نشر است، تماشا میکنیم. با نام خدا، سمیر هستم، مخلص تخلص میکنم، یک تن از ورزشکاران در رشته پانکریشن تا فایت. 24 سال سن دارم، 183 سانتی متر قدم است، در وزن 72 کیلوگرم، متولد سال 1372 هجری شمسی. ما در رشته کنفو کیک بوکسینگ و پانکریشن تمرین کردیم که مدت 14 سال میشه. در رشته انجینیری ساختمانی تحصیلات خود را پایان رسوندم. در ضمن ژورنالیسم هم در یکی از دانشگاه‌های خصوصی به شکل کوتاه‌مدت خواندیم. در وزارت داخله برای پرسنلش تمرین میتم. در ضمن رئیس فدراسیون پانکریشن در انجمن ورزشکاران وزارت امور داخله هستیم. دو کلاب دارم خودم، در اونجا تقریبا بیش از 150 نفر شاگرد داریم و در ضمن در نزد استادم هم خاطر تمرین خودم میدیم. می خواهیم که حریف خود را به استاد یعنی در سرابات مشت لگت از با در بیارم شما نکرد بشم. الگوی ما محمد علی کلی است، چون دوست داشت حریف که عصبانی کنه بعدا بزنی شما نکرد بشم. و یکی از گفته هایش که بسیار مرا دوست نعمتو می گفت که همچون پروانه سو با بال بپر و چون زنبور بگست. دوست دارم است از اونم سو با بال بپرم و چون زنبور حریف من بگزم. پیام برای سوهل جان. سوهل جان گفتی که مرا در رنگ نهال نکاوت میکنی، حال هرچی که تو گفتی یا هرچی کردی بهش خودت و دل خوب دولت بزن، در داخل که هیچ باز ما گپ میزنی. لحظات برتر مسابقات آماتور که در سازمان اسلفسی برگزار شده را ببینیم. بعد از او دو مهمان عزیز در برنامه با ما خواهد بود. دیدین لحظات برتر تورنمنت آماتور و همچنان بسته تصویری سمیر مخلص، دو عزیز در برنامه با ما است. استاد غلام ربانی ربانی، عضو هیئت رهبری سازمان اسلفسی، و همچنان سمیر مخلص، ورزشکار که در شب نبرد چهارم با حریف افغان خودش مقابله میکنند. و در نخست خوب است که یک سلام علیکی با میمانای عزیز داشته باشیم. سلام، خوش آمدید. سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. تشکر. اولین سوال از استاد ربانی میخوایم داشته باشم، این که چی علت به خاطر براه اندازی یا برگزاری مسابقات آماتور اسلفسی بود که شما برگزار کردین مسابقات؟ به خاطر استعدادیابی و ورزشکارهای شایسته ای که توانایی حضور در مسابقات سطح بالاتر و یا حرفه ای را داشته باشند. بسیار عالی. اما یک سوال که بسیار عمده است و شاید امیال بیشتر از 100 ورزشکار دیگه پشت خط است، منتظر هستند که در شب نبرد بیاین ظاهر شوند، اما بسیار کم برشان چانس پیدا میشه. به خاطر رفع مشکل چی اقدامات روی دست دارید؟ ورزشکارهایی که مشخص میشن، اینها از آغاز شروع میکنن. این آغازشون برای معنی دیره نمیتونه که فقط یکانه برنامه شان همی باشه. اینا حتما ما میخواییم داینده شاید پیچیده شرط تر شما برشان، اگر یا انتظار از این رو بکشن. اینا باید برن در بخش های رشته های آماتوری که دارن، اونجا برنامه خود ادامه بدن و در آینده های دورتر شاید کسایی که و مسابقات پروفیشنال یا حتی در آماتور ما دعوت میشه، اینا باید تایتل بسیار بالایی در آماتور داشته باشن، در یکی از رشته های رزمی که باز اینا راه پیدا کنن به این بازی ها. به هر حال اگر شایستگیشان به اون حد توانی که بتانه جلب توجه کادر فنی را بکنه که اینا را بیارشان در مسابقات سطح بالاتر، مسابقات حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای، اینا باید تلاش بیشتر کنن. سمیر عزیز، چقدر خود آماده شب نبرد فکر میکنی؟ سلام خدمت شما بینیده های تلویزیون طلوع و لمر.
قسمی که شما در جریان هستین، من در دوره قبلی هم در بخش ذخیره و بکاپ بودم، دو بخش هم آمادگی شد داشتم و بعد از او وقتی که مشخص شد جورا کن باید در دوره چهارم شب نبرد فایت کنیم، از او وقت به حال آمادگی خود داریم انشاءالله که بتانیم یک فایت بسیار خوب و جالب در داخل کیج برای هموطنان عزیز خود به نمایش بگذاریم و با امید پیروزی ما. عریف خودت سوال در بخش زمینی بسیار خوب فایتر است. اگر خودت پیش بینی کنی مسابقه تا در آن چندم میتونی عریف تا شکست بدی؟ خب فایت هیچ وقت پیش بینی نمیشه. بهترین قهرمان های جهان شکست های داشتن. عریف ما زمینی دارم، من استادی خوب دارم و استادم وحید نمازی فایتون رو دیده و چیزی که اونا داره زد املاش ما کار کردیم بسیار و در زمین پیش خلیفه فریدون پهلوانی هم کار کردیم. انشاءالله که در زمینی و استادم میتونم برایش بسیار فایت جالب برتون با نمایش بگذارم. خب استاد ربانی، دیدگاه المپیک افغانستان که شما با یک نوع کارمند المپیک افغانستان هم هستین و همچنان تربیت بدنی در مورد راه اندازی مسابقات پروفشنال مثل MMA، کیک بوکسینگ و سایر رشته‌های رزمی چی است؟ در کل یک اقدام بسیار عالی است، چنانچه با رئیس به تربیت بدنی یک صحبت کردیم، اونا بسیار خوش بودن چون یک برنامه تقریبا در سطح کلاس های بین المللی در اینجا ما همچنین یک برنامه را در داخل افغانستان را اندازی کردیم. در گذشته ها مردم می رفتن مصارف گزافی را متقبل می شدن در بیرون از کشور، امروز همی زمینه در داخل کشور برای جوان ها مساعد شده، نیازی نیست که برن بیرون. یکی و موضوع دیگه یک سوی تفاهمات در ارتباط به این بود که کسایی که در این مسابقات را پیدا می کنه این برنامه ها مانع برنامه چیزشان نباشه. قهرمان های تیم تیمای ملی که اینا هم افتخار آور هستن، میرن در رویدادهای آسیایی و جهانی افتخار کمایی میکنن، مانع کار از اون نشه. برعکس صحبت هایی که ما داشتیم این اطمینان دادیم که بر علاوه یک مانع برنامه ایشان نمیشه، بلکه تقویه کننده برنامه ایشان میشه. نمونه بارزش هم حسین بخش سفری است، تمرینات منظمی را که در اینجا داشت و بسیار زیاد تقویه کرد آمادگی شه برای بازی های آسیایی که تونست مدال طلا بگیره. درست سمیر عزیز، بعد از اینکه به خیر شب نبرد چهارم پشت سر گذاشتندی، یا بالاخره دو حالت است، یا پیروزی یا شکست، پلان بعدی خودت در MMA چی است؟ سلامت باشین. قسمی که معلوم است تمام فایترها بعد از هر فایتش باز آمادگی به خاطر فایت بعدیش میداشته باشه و هر کار را که میکنه در قبال از او یک پلان بالاتر از او میداشته باشه. هدف ما می است بخیر که بتونم به تعقیب از این مسابقه بخیر آمادگی های بیشتر بگیرم و آماده از این باشم که حریف های بعدی از این قدر قوی ترم رو اونا فایت کنم و بتونم که بخیر در آینده های نشاندان دور بتونم که حریف های بیرون از مرز کشور ما رو نارا شکست بدم و افتخار بر خود و بر کشور ما کسب کنیم. بسیار عالی، تشکر از اینکه به بحث تشریف آوردین. بسیار زیاد تشکر. این برنامه از طرف کمپانی انرژی درینک اتاک یعنی مشت پرقدرت به شما تقدیم میشه. حال وقفه کوتاه و برمیگردیم. دوباره خوش آمدید و مهمان عزیز در برنامه با ماست امان الله نورستانی، رئیس اجرایی سازمان SLFC. خوش آمدید. تشکر شهزاد جان، بسیار وقت شد، فکر میکنم بعد از عید ما شما ندیدیم. نه دقیقا یک ماه میشه. خوب هستیم، زنده باشین. خوب است که در مورد شب نبرد چهارم یک کمک بیشتر صحبت کنیم، اگر چی در هفته قبلی هم بعض از اشارات بوده، اما چیزای بسیار نو بر گفتن داریم. میشه که از چیزای نوی که قرار است در شب نبرد چهارم رخ بده و اتفاق بیفته صحبت داشته باشیم. خب اولین بار ما برآمدیم از کشورهایی که البته یک کم مشکل داشتن، قبلا نتونستن که افغانستان بیاین، مثل کشور پاکستان و مثل کشور قزاقستان، برای زیاد زمین سازی نشده بود. ما فکر کردیم که باید اول در این منطقه ما MMA را رشد بدیم و ورزشکارهایی که از این کشورها هست داخل افغانستان بیاید و آرام آرام ما میتونیم باز انکشاف بدیم مسابقات دیگه. این دفعه از کشور ایران قبلا هم آمده بودن دو تا فایترها و زیاد در ورزش افغانستان سفر هم کردن ایرانی ها در افغانستان. این دفعه ما از کشور قزاقستان و کشور پاکستان دو ورزشکار داریم که خوب ورزشکارهای برجسته هستن، علومی کریم و آلتنبیک آتامان. بسیار خوب. در MMA و همچنان سایر بخش‌های حرفه‌ای یا پروفشنال اکثرا بزرگای ورزش دنیا از یک چیز زیاد شاکی هستند و بسیار زیاد متاثر هستند، دوپینگ. از این خاطر یک سازمان جور شده به نام وادا یا World Anti-Doping Agency.
تست دوپینگ در بسیار از کشورها اصلا انجام نمیشه. حتی روسیه یک تیم بسیار کلانش از بازی‌های بسیار کلان مثل المپیک، مثلا اتلتیکشان بخی حذف شد. در افغانستان آیا قابلیت انجام تست دوپینگ است برای مشخص ساختن دوپینگ کردن ورزشکارا؟ سازمان SLFC فعلا سر زمین موضوع کار کردارایی است. ما که لابراتوارهایی که در افغانستان وجود داره که زیاد تماس هستیم، که شفاخانه‌ای که وجود داره که زیاد تماس هستیم، ما می‌خوایم که بفهمیم که به کدام لول تستینگ دوپینگ ما در داخل افغانستان کرده میتونیم. محدودیت‌های خاص خود دوپینگ داره. هر تست نوی که اختراع میشه به ضد ازو یک دوای مشخص جور میشه که تشخیصش سخت باشه. و دوپینگ یک مشکل افغانستان نیست، مشکل جهانی است. و تا بال ما میبینیم که کشمکش های زیادی در ورزش افغانستان سر دوپینگ است. ما با موسط توان خود هر چیزی که در افغانستان ما در اختیار داریم و تست هایی که ما میتونیم که در افغانستان بکنیم، انشالله بعدا در برنامه خود ای را جز برنامه میسازیم. فعلا تا این وقت ما از او تست های ادوانس یا تست های بسیار پیچیده و پیشرفته که در جهان میشه، متاسفانه در افغانستان البته ما زمینه را نداریم. و این به دست ما هم نیست که ایره ما جور کنیم. لابراتوارها باید بیاید. این بسیار سخت است. بله. این بسیار مشکل است. حتی کشورهای همسایه تستای دوپینگ خود به امریکا و کانادا و استرالیا روان میکنند. بله. اما پیام شما به عنوان یکی از ارگانیزرها و سازمان دهندگان مسابقات حرفه‌ای MMA، اگر داشته باشین به ورزشکارهای افغانستان که همین کار نکنند، مثلا اگر وجود داشته باشه، اگر نکنند، خوبیش بر خودشان است. من خود فکر میکنم این دوپینگ هر کسی که میکنه یک خلاص برتون بگیم بسیار ناجوان مردانه است این کار. شما به حیات خود بازی به حیات خودم بازی میکنن. خب باز هم مو غرور افغانی را اگر شما یک قصر زوم غرور افغانی میپیچانین که من افغان هستم و ما افتخار میکنم بر زینی میگه، پس به زور دوام میخواین که داخل رینگ شوین مبارزه را ببرین یا به زور بازویتان؟ هر کسی که من فکر میکنم که دوپینگ میکنه یک خیانت بسیار بزرگ برای ملت خودشان میکنه، یک و برای صحت خودشان میکنه، دو. تا الان کدام کسی در SLFC تشخیص نشده که دوپینگ؟ نه خیر، تا بالا تشخیص نشده و انشالله ما برتان گفتم ببینین ایجاد شب نبرد، ایجاد SLFC و شما پیشتر هم یک نقطه را متوجه ساختین که استاد ربانی که بسیار مردم منتظر ازی هستن که در شب نبرد بیان. این کارا آسان نیست. مردم فکر میکنن که برین یک سازمان جور کردین، بیادر یک چند تا مردم بیارین در بینشان یک مبارزه شوه، مردم ببینن خوش شوه. کارهای تکنیکی زیاد وجود داره. شب تا صبح ما میشینیم سر یکان موضوعات کار میکنیم و وقت کار داریم. بسیار زیاد تشکر از اینکه به برنامه آمدین و صحبت کردین. تشکر بسیار زیاد زبی جان. وقفه کوتاه و پس از او بخش سوم فراموش نکنه. بازم خوش آمدید. قابل یادآوری است که برنامه از طرف کمپانی انرژی درینک اتاک یعنی مشت پرقدرت به شما تقدیم میشه. حال تکنیک های MMA آماده نشر است، با هم تماشا میکنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت بیننده های تلویزیون طلوع و لمر. امید همه تان خوب صحتمند و ورزشکار باشین. آمدیم امروز به خاطر از اینکه همراه ورزشکار ما بلال جان خواستیم که چوک عدالت استاده کار کنیم، ببینیم که وقتی در حالت استاده قرار میگیریم چی رقم چوک گرفته میشه و چوک باید چی رقم پس در حالت استاده دفاع شود. ما میبینیم که حرکت چوک چی رقم کار میشه. اول وقتی که میاییم در پشت سر قرار میگیریم، اکثرا در مسابقات میکس مارشال آرت یا MMA متوجه شده باشین، دیده باشین که ورزشکارا در بغل های قفس برابر میشه و در بغل قفس یا در حالتی که وقت بک کنترلش میکنه، بک کنترل یا ورزشکاری که در زیر است یه آدم بسیار قوی است، این ساده میشه. وقتی که ساده میشه باید دیگه ما حرکتی که در پشت سر از این قرار میگیریم چی رقم باید ما حرکت چوک چی رقم باید بگیریم. در قدم اول خود دست ما بسیار مهم است که دست اگر به این حالت باشه اینجا داخل نمیشه. دست باید به این حالت قرار بگیره که از این حالت می دست ما سعی کنیم خوب متوجه باش به زیر گلو نزی. وقتی که به زیر گلو نزی می آید دست دوم ما که وقت آمد دست دوم ما سعی کنیم ما اینجا بازوی خود میگیریم و این دست خود میاریم به پشت سر ازی. به پشت سر ازی هم از داخل فشار میاره دست که دست راست ما آمده یا دست چپ ما و این دست ما که در پشت فرق ازی آمده در پشت سر ازی هم از هر دو طرف سر ازی چی میگیریم فشار میاره. این حالت چوک گرفته میشه.
این حال وقتی که میایم یه حرکت چوک گرفته شد دیالت حرکت چوک ما پس باید از چی رقم دفاع داشته باشیم حالات مختلف داره فقط حال ما میخواهیم از امی حالت دو دفاع را برش اهم کار کنیم که بیم در دفاع اولش که امی حرکت دفاع اول که باید چی رقم وقتی که ما را چوک میگیرن دولت استاد چی رقم باید دفاع کنیم می نفر از پشت سر وقتی که آمد دست خود آورده کم اینجا اول خود کوشش ما ای باشه وقتی که گردنتان وقتی که در دست نفر می جات باید کوشش کنی که زناقتان اگر کوشش کنی پایان بری که دست از بسیار داخل نشه که وای قسمت مری و قانقرتک و ورگار زیاد فشار نده که خون و اکسیژن به مغز نمیرسه آدم زود دیال میشه کوشش میکنی کمک خود سفت یا سخت قایم میگیری که این حالت دست زیاد داخل نشه دست از این میگیری آمد بسته کرد وقتی که دستش کنترل کردی اینجا زیاد نمیمونی که به یک نشست میکنیم به میارت فکر کنیم آرنج تمیز میکنیم این مسئولش آرنج میشه به خاطر ما آرنج زده میشه در دور دوم دستش از اینمی حالت که گرفتیم دور میخوریم از اینجا میزنیش دوم در هفته که گذشت رویدادهای بسیار کلان در مبارزات آزاد یا MMA اتفاق افتاد از جمله برگزاری مسابقه قهرمانی سنگین وزن UFC جهان که دانیل کورمیر از آمریکا کشتیگیر المپیکی کشور در برابر استیپ میوچچ که اصلا از کرواسیا است و تابعیت آمریکا داره به پیروزی رسید و تانست که دو دانه کمربند UFC دنیا را بگیره و همچنان مسابقه تاریخ مسابقه مایتی ماوس یا موش توانا مشخص شد که قرار است با یکی از بهترین های کشتی المپیک در ماه آگست رقابت بکنه در همین مورد خبرهایی را آماده کردیم که خوب است تماشا کنیم با تاریخ 7 جولای UFC 226 در لاس وگاس ایالات متحده آمریکا برگزار شد که مسابقه مرکزی را قهرمان سنگین وزن جهان یعنی استیپ میوچچ در مقابل قهرمان نیمه سنگین وزن جهان یعنی دانیل کورمیر برگزار نمود که در نهایت کورمیر با ضربات مشت در راوند اول توانست که حریف خود را ناکاوت کند و ضمن آن که از کمربند قهرمانی جهانی خود در نیمه سنگین وزن دفاع کرد کمربند سنگین وزن جهان را نیز به دست آورد. پس از این مسابقه کورمیر قهرمان WWE و فری فایت اسبق جهان را دعوت به مبارزه کرد. قرار است این دو ورزشکار MMA جهان در اواخر 2018 و یا هم اوایل 2019 داخل قفس شوند. تاریخ مسابقه دیمیتریوس جانسون مشهور به موش توانا مشخص شد. او قرار است که به تاریخ 4 آگست 2018 میلادی در مقابل هنری سی جودو قهرمان کشتی المپیک 2008 میلادی بیجینگ و رنکینگ دوم سابق وزن MMA جهان از کمربند قهرمانی خود دفاع کند. موش توانا از سپتامبر 2012 تا به اکنون 11 بار از عنوان سابق وزن جهانی خود در UFC به شایستگی دفاع نموده است. و این بار در مقابل دارنده مدال طلای کشتی المپیک کار سختی را در پیش رو خواهد داشت چه جانسون یک بار در سال 2016 موفق به ناکاوت کردن این کشتیگیر و فری فایتر مشهور جهان شده است جورج سنت پیر کسی است که اکثریت حریفایش در راوند اول شکست داده و تقریبا 10 سال اندفیدت یا شکست ناپذیر باقی مانده بود و زندگی نامه‌اش آماده نشر کردیم و برای شما در نظر گرفتیم خوب است که تماشا بکنین البته بازم میگم که برنامه از طرف کمپانی انرژی درینک اتک به شما تقدیم شد امیدوار هستم که از برنامه آن سوی شب نبرد لذت برده باشین شما زندگی نامه را ببینین و ما از پیشتان خداحافظی میکنم موفق و کامگار باشید خدا نگهدار جورج سنت پیر یا GSP قهرمان اسبق میان وزن مبارزات آزاد جهان به تاریخ 19 ماه می سال 1981 میلادی در شهر کویبک کانادا به دنیا آمد. وقت کودک بود در مکتب از سوی همسن و سالانش مورد اذیت و آزار قرار می گرفت و به خاطر دفاع از خود در سن 7 سالگی به هنر رزمی کیکوشین کاراته رو آورد. سپس در رشته های کشتی، جوجیتسوی برزیلی و مشتزنی مهارت زیاد به دست آورد و همچنان تمرینات خود را در رشته جمناستیک آغاز کرد و توانست که از این طریق قدرت بدنی خود را خیلی زیاد افزایش بدهد. با تاریخ 25 جنوری 2002 به MMA رو آورد و توانست که به 5 پیروزی متوالی دست پیدا کند. سپس UFC از او دعوت کرد تا در این سازمان به فری فایت ادامه بدهد. و اولین رقابت خود را به تاریخ 31 جنوری 2004 میلادی انجام داد و توانست که 2 حریف خود را پشت سر هم شکست بدهد و چانس مسابقه بالای کمربند قهرمانی دنیا را به دست آورد ولی از مات هیوجز شکست خورد و نتوانست که قهرمان جهان شود
دو سال بعد باز هم برای به دست آوردن کمربند قهرمانی جهان با مات هیوجز جوره شد که این بار توانست حریف خود را ناکاوت کند و برای نخستین بار عنوان قهرمانی دنیا را کسب کرد. در سال 2007 میلادی از مات سیرا شکست خورد و یک بار دیگر کمربندش را از دست داد، ولی به تاریخ 19 اپریل 2008 میلادی مات سیرا را با ضربات زانو ناکاوت کرد و این بار تقریبا برای مدت 10 سال شکست ناپذیر باقی ماند. در سال 2013 جی اس پی از فری فایت خداحافظی کرد. 4 سال پس از آن در سال 2017 همه را متحیر ساخت و در یک وزن اضافه تر به تاریخ 4 نوامبر 2017 میلادی توانست که مایکل بیسپینگ قهرمان جهان را در این وزن شکست بدهد و باز هم به مقام قهرمانی رسید. جی اس پی هم اکنون به علت مصرف بعض از دواها در تعطیلات به سر می برد و کمربند خودش را تسلیم به سازمان UFC کرده است. او بزرگان زیاد را تا به اکنون شکست داده است و از مجموع 28 مسابقه در 26 آن پیروز بوده که 8 حریف خود را ناکاوت نموده است، 6 مسابقه خود را با سبمیشن پیروز شده و 12 حریف دیگرش را توسط نمره مغلوب ساخته است. بعضی از کارشناسان ورزش های رزمی جی اس پی را یکی از بزرگترین و موفق ترین ورزشکاران در تاریخ MMA به حساب می آورند.